سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما. سلام بزنین که این مصاحبه من با آقای بنیسد مطرح کنم. یادآوری میکنم که این مصاحبه از طریق لایو اینستاگرام آقای بنیسد با آیدی افتاین ای بنیسد از هفته به صورت زنده هم اخش. آقای بنیسد، بارها با شما در رابطه با مسئله جنگ های در رابطه با ایران صحبت کردیم. از جنگ های حشمانه شما گفته اید که ایجادشون به علت نیاز رژیم به جنگ با مردم ایران است. آیا رفتی بین جنگ همه جانبه آمریکا با ایران که آقای روحانی از آن سخن گفتم با این 8 جنگ میبینید؟ گفته شده که اگر قیمت دلار به 20 هزار تومان برسد رژیم تمامی بدهی هایش را تسویه خواهد کرد و دیگر نیاز به چاپ روزانه اسناد نخواهد داشت. نظر شما درباره بهایی که مردم ایران برای این تسویه حساب باید بپردازند؟ من میکروفون را در پیشوانی دارم. دوستان عزیز آقای بنیسد و دوستان عزیز یادآوری میکنم که این مصاحبه از طریق اینستاگرام آقای بنیسد نیز پخش میشه. تلفن‌های ما 2-3-4-1-4-8. آقای بنیسد بفرمایید. بله، عرض کنم که امر واقع مستمر در تاریخ همه جامعه ها این است. هر دولتی که جنگ را آغاز می کند برای آن این کار را می کند که مهار خود را بر جامعه خیش محکم کند. در مواردی که دولت ها از مهار جامعه خودشون ناتوان می شوند جنگ را می اندازند. از قدیمترین ایام بوده این عالم هست، چنان که امریکایی ها و انگلیسی ها و متحدان اروپاییشون جنگ با عراق رو راه انداختن. یک قسمت اساسیش برای اینکه نیاز داخلی جامعه های اون کشورها، نیاز دولتها برای مهار اون جامعه ها، در واقع نیاز سرمایه‌داری حاکم بر غرب این جنگ ها رو ایجاب می‌کرد. به خلاف اون چی که تبلیغ می شود، محرومیت های داخلی نتیجه جنگ های خارجی نیست، به عکس این جنگ با مردم است که تبعات دارد، که اون تبعات میشه این جنگ های هشتگانه. چنان که اگر گروگانگیری راه نمی افتاد و آقای خمینی نمی گفت انقلاب دوم بزرگتر از انقلاب اول است، ما تحریم های اقتصادی نداشتیم، جنگ عراق با ایران انجام نمی گرفت، 8 سال یک نسل نفته نمی شد، به قول خودشون 1000 میلیارد دلار زیان وارد نمی شد و منافع به قول آلن کلارک وزیر دفاع در حکومت تاچر منافع انگلستان و غرب تأمین نمی شد. خب چرا آقای خمینی گفت که روگانگری انقلاب دومه و بزرگتری از انقلاب اول؟ به سوالی اگر مردم ایران از خود بکنند در میابند که در واقع این او و دستیاران او اینک میخواستند که دولت استبدادی حاکم بر جامعه رو واقعیت بهش ببخشند، پس وارد جنگ با مردم شدن. اگر نه گروگانگیری محل پیدا نمی کرد. درسته که طرح امریکایی ها ریختن در ایران اجرا شد، اما این آقای خمینی بود که گفت این انقلاب دوم
بزرگتر از انقلاب اول. این گروگانگیری جنگ عراق با ایران به وجود آورد. خب اگر انجام نمی گرفت اون جنگ هم واقع نمی شد. قبل از اون جنگ هم تحریم ها شروع شد. بهای تحریم ها هم این شد که ما اون زمان 20% گرانتر وارد می کردیم اجناس رو که به ایران وارد می شد. خب جنگ به دنبال گروگانگیری جنگ آمد. چراغ سبز امریکا و اون گروهی که رفتن نزد آقای صدام که به ایران حمله کنی مقاومت ندارد و سقوط میکند، این 8 سال جنگ به پای ایران داشت. خب اگر این در خرداد 60 تمام میشد، نه این سوال دیگه امکانش که بود که تمام بشه، که قرار بود که هیئت عدم تعهد جواب مساعد آقای صدام رو بیاورد که با اون پیشنهاد موافقه. اگر کودتا نمی شد و اون هیئت می آمد و جنگ تمام می شد، چه وضعی ما داشتیم؟ چرا گفتن جنگ نعمت است؟ آیا غیر از این بود که میخواستن استبدادشون رو در ایران مستوار کنن پایشو؟ در واقع این جنگ، ادامه جنگ با عراق، حتی خود تجاوز عراق به ایران، اگر این ملا تاریا بنابر این نگذاشته بود که با از راه جنگ با مردم دولت استبدادی بسازد و بر مردم حاکم بشود، نه گروگانگیری مهد پیدا میکرد، نه جنگ با ایران. همینجور از اون زمان تا امروز ایران در محاصره پایگاه های نظامی، پایگاه های اطلاعاتی، تحریم و در واقع حالت جنگی است. از دوره آقای احمدی نژاد وارد 7 جنگ شد، یعنی به تدریج این جنگ ها به هم افزوده شد. در پایان دوره آقای احمدی نژاد و شروع کار آقای روحانی، ایران در 7 جنگ بود: جنگ نظامی، جنگ مذهبی، جنگ نیابتی از طریق گروه های مسلح، جنگ از راه ترور، جنگ اقتصادی، جنگ تبلیغاتی، جنگ دیپلماتیک. آقای ترامپ آمد، جنگ روانی هم با دستیاری آقای خامنه‌ای، جنگ روانی هم بر این 7 جنگ اضافه شد، شد 8. خب حالا فرض کنیم که این حکومت دنبال این ماجرا طلبی اتمی نمی‌رفت، محرمانه زیر زمین تأسیسات اتمی ایجاد کردن این کار نمی کرد. خب ما 8 تا جنگ نداشتیم. چرا اون کار کرد؟ میگه برای این که اون زمان، آقای هاشمی رفسنجانی گفته، اون زمان فکر می کردیم که ما اگر این سلاح اتمی داشته باشیم دیگه کسی فکر حمله به ما رو نمی کنه، رژیم هم ثبات پیدا میکنه. اون زمان هم مفصل این موضوع بحث و اینها شد که آقا شوروی که زرادخانه اتمی داشت رژیمش سقوط کرد، پاکستان داشت دولت نظامیش از بین رفت، سلاح اتمی ثبات رژیم رو تضمین نمی کند، بس ها متزلزلترش هم میکنه. پس وقتی شما سلاح اتمی میخوایی بسازی، هدف اون این است که بعدمی که میگی این اوجب واجبات از حفظ نظام،
با مردم در جنگ دیگه، در جنگی. و چون این جنگ رو میدانی که نمیتوانی ببری، اکثریت بزرگ نمیپذیرد که از هستی ساقط بشود به یک اقلیت کوچک، از راه راندخاری ثروتهای عظیم به دست بیاورند، مافیاهای نظامی مالی تشکیل بشوند، اینا قاچاق در دست داشته باشند، قاچاق مواد مخدر در دست داشته باشند، دلار و حجم نقدینه دست اونها باشه، هر وقت دلشون خواست هر بازی خواستن سر اقتصاد ایران در بیارن. این اقلیت نمیتونه این اکثریت مهار کنه جز از راه اینکه این اقلیت رو از بیرون، این اقلیت از بیرون توان بگیره. توان گرفتنش به چیه؟ اون غربی ها که سابق جنگ را می انداختن مستعمرات ایجاد می کردن، یعنی از منابع دیگران می دزدیدن می آوردن تو کشورهای خودشون، قشرهای فقیر جامعه رو به کار می گرفتن، به زندگی اونهای کمی بهبود پیدا می کرد. خب اونها رو می دیدن می گفتن خب ما این جنگ ها رو نکنیم، این سلطه رو بر افریقا و آسیا و امریکای لاتین و اینا نداشته باشیم و شما این کارا نخواهی داشت. فریب میدادن با این زبان فریب، اونا رو فریب میدادن چون میخواستن اون اقلیت حاکم بر جامعه های خودشون مسلط بمانند. اون ماورای ملی ها چون میخواهند بر اقتصاد جهان مسلط بمانند، اینها یکی از ابزارهای مهمشون جنگه. الان در یک زمان میگفتن در 80 نقطه دنیا جنگه، حالا اگر شما بشینید و آمار بگیرید میبینید که در بخش مهمی از جهان جنگ است. خب حالا همین برگردیم به این بحران اتمی. این بحران اتمی وقتی که آقای رئیس مؤسسه اتمی، انرژی اتمی، آقای صالحی میگوید که ما اورانیوم کافی نداریم. از یه دفعه گفت آقا من 30,000 سانتریفوژ میذارم در اختیار شما. خب با این چی میخواد بکنید؟ این که نداریم، اورانیوم نداریم. به قولشون 30,000 نه، اون آقا گفته 190,000 سو توان غنی سازی. خب فرض کنین هم داشتی، اورانیوم نداریم غنی کنی، چی بخوای بکنی اینو؟ خب اگر این رو شما با مردم ایران در میان میگذاشتی که آقا من میخوام این وضعیتم، یه کاری بدون اطلاع شما محرمانه کردم بدون اختیار و حالا موندیم توش، فرض اون مردم هم میگفتن خب از خیر این تأسیسات گذشتیم. اون آقای لاریجانی که گفت که لازم باشه اینا رو برمیداریم، خب برمیداشتی؟ نه دیگه تحریمی بود، نه آقای ترامپ از فرصت استفاده میکرد، نه این وضعیت بود، نه آقای روحانی میتونست بگه که جنگ در جنگ گرسنگی هست و نمیدونم کشته هست و زخمی هست و اینا هست. اما چرا این کار نمی کنه؟ یعنی چه که ما یه برنامه اتمی به هر قیمت باید داشته باشیم؟ چون با شما مردم ایران در جنگ هست. اون جنگ های دیگه به تبع این جنگ که روی دوش شما مردم ایران گذاشته شده، ولی هیچ محلی نداشت. الان این امروز این رژیم بگوید آقا من این تأسیسات اتمی تعطیل کردم، جنگ آقای ترامپ از تحریم اقتصادی جنگ روانی میشه، بی محل تعطیل میشه. اون که تعطیل شد
اقتصاد ایران میباید یا بره روی این که بشه اقتصاد تولید محور، اختیارش بشه بیفته دست شما مردم، یا این رژیم اگر نخواست این کار بکنه باید بره دنبال یه جنگ دیگه، یه بحران دیگه بسازه. حالا اگر نخواست بحران دیگه بسازه، وقت مجبوره این سیاست ایران بر ماده اقتصادی رو تغییر بده. این دستگاه عریض و طویل دولت برای چیست؟ رشد اقتصادی رو تصدی میکنه که منفیه، اون که نمیکنه. اگر در سوریه جنگ است، این دستگاه عریض طویل در ایران چه کار میاد؟ وقتی که کارمندش در روز 2 دقیقه کار مفیدم نداره انجام بده. یعنی جنگ دیگه، جنگ یعنی این امکانات نیروی محرکه انسان جوان از شما میگیره، میکنه به خدمت خود در میاره، بر ضد شما به کار میبره. این همه اسباب سرکوب برای چیه؟ جنگ نیست اینا، برای چیه؟ اینا همه هزینه دارن، این هزینه ها باید تامین میشه. تمام پول نفت میبره، باز کس داره، کس باید با چی پر کنه؟ با چاپ اسکناس. حجم نقدینه میره بالا، تورم ایجاد میکنه. تورم رو شما مردم ایران خیال نکنید که این جنگ اقتصادی است که این اقلیت حاکم با شما مردم ایران میکنه. 40 ساله و قبل از اونم دوره شاه با این جنگ، همین جنگ بود. چون بدون این جنگ نمیتونه اون شیره درآمد شما رو بمکه، نمیتونه پول نفت رو به عنوان رانت به جیب بزنه. این 8 تا جنگ برای این خورد و برد هاست، ولی هیچ کدومش موضوعیت و محلی ندارد. نتیجهش هم اینه دیگه، میبینید که اون عراق، اون سوریه جایی نیست دیگه. حالا آقای مصباح یزدی هم اعتراف میکند به اینکه ایران به اندازه انگشتان یه دست هم تو دنیا دوست ندارد، همه دشمنن. این که بگویند ما قدرت منطقه شدیم، چند بار اینو توضیح دادم، این دروغ است. به لحاظ اینکه شما وقتی قدرت منطقه می شوید که از بیرون بمکید بدید به درون، ایو این کار صحیح باشه که صحیح نیست. شما دائم از درون می مکید بدید به بیرون. در واقع برای اینکه بر کشور مسلط باشید، در جنگی که با مردم خود می کنید غلبه با شما باشه و جامعه در مهار شما باشد، در سوریه باج میدید، در عراق میدید، در یمن میدید، در لبنان میدید، در فلسطین میدید، در شیخ نشین های خلیج فارس میدید، تا امریکای لاتین شما باج میدید. این باج ها پیامد ها و تبعات جنگ این رژیم است با ملت ایران. این رو 40 سال من عرض می کنم به طور مرتب. به طور مرتب زبان دروغ وارونه حقیقت رو به شما مردم ایران می گوید. می گوید که آی تکون نخورید، ایران می شود افغانستان، ایران می شود سوریه. اگر این رژیم با در جنگ با شما نبود، اصلا این حرف طرح نبود که تکون بخور یا نخور. شما مردمی بودید از حقوق انسانی خود برخوردار، از حقوق شهروندی برخوردار، از حقوق ملی برخوردار، طبیعت شما از حقوق برخوردار، و شما به عنوان عضو جامعه جهانی نه تنها از اون حقوق برخوردار بودید، بلکه نقش پیشرو داشتید در منطقه و در جهان برای نوع دیگری از زندگی. همین تازگی مشغول دارم یک کتاب میخونم، نویسنده توضیح میداد، نویسنده فرانسوی است، چرا تمدن غرب
در حال سقوطه. جهان امروز یک بدیل میخواد، یک زندگی نوع دیگری میخواهد. انقلاب ما این فرصت رو ایجاد کرده بود که ما الگوی اون زندگی نوع دیگر بشویم. اینا برای استقرار استبداد جنگ رو انداختن با شما مردم، تا امروز هم ادامه میدن. تا وقتی هم که این جنگ با شما دارن، این بحران و جنگ های خارج سر جاشه، سر جاشه. شما حالا اون وقتی که این آقایان داشتم این وضعیت سنجی های اون زمان رو میخوندم، امروز دیدم نوه اون وقت هشدار دادیم که این حل قرارداد وین بحران رو موقتاً به طور موقت تخفیف میده، پایان میده. حالا بفرمایید آقای ترامپ آمد، منظورم با ما بوده. ما از این دید به بحران اتمی نگاه میکردیم که واقعیت اونجور که بود دیدیم. از این دید که این رژیم بحران اگر میسازد، چون این رو جنگی میداند بر ضد شما مردم ایران، برای مهار شما مردم ایران، حالا آمده میگوید که اگر من کی نوشته نمیدونم، کسی نوشته، شما هم در سوالتون بود، اگر دلار بشود 20,000 تومان مشکل نقدینه، حجم نقدینه حل میشه، بدهی دولت حل میشه، نمیدونم بدهی بانک ها به بانک مرکزی حل میشه، بله اینا حل میشه. اما یه چیز دیگه هم میشه، اونی که گفت که پدر جد اقتصاد ایران و زندگی معیشتی شما هم در میاد، بیچاره میشین. چرا؟ به لحاظ اینکه اقتصادی وقت که منابعش خودش داره و سطح قیمت ها نسبتا ثابت یا میزان تورم پایینه، اون وقت اگر ارزش برابری پول ملی نسبت به ارز خارجی کاهش پیدا کرد، به نفع صادرات میشه. صادر کننده با صادراتی که انجام میده، در ازاش که دلاری که به دست میاره وقتی به بر میگردونه میفروشه، پول بیشتری گیرش میاد. اما وقتی که نه، اون چی که صنایع مصرف میکنن باید وارد بشود به صورت ماده خام، مثل اون چی که میگن فراورده های میانه، اینا میان در این دستگاه های مونتاژ به کار گرفته میشوند. اون وقت نه، شما باید مثلا جنسی را که با دلار قبلا بوده 3,000 تومان این وارد میکرده، حالا باید با دلار 16,000 تومان 15,000 تومان وارد کنه، یا 5 برابر. خب این وقت ببینه تو تبدیل رو بکنه به کالا، باید 5 برابر به شما بفروشه. کی از شما که درآمدش 5 برابر شده که کالا بتونه بخره؟ تازه به لحاظ این میزان بالای تورم، ارزش واقعی درآمدهای شما مردم ایران مرتب هم در کاهشه. پس در واقع صنایع نمیتوانند این تولیداتشون به فروش برسونن. چه میشن؟ تعطیل. یک جامعه میرسه به یه جایی که میزان اون بهای کالاها و خدماتی که بهش عرضه میشود به قدری بالاست که این توان مصرف اونا رو نداره. این وضعیتی میشه که شما پیدا خواهید کرد، هم اکنون هم پیدا کردید.
هیچ لازم نیست که صبر کنید تا بشه 20,000 تومان. حالا نگاه کنید دیگه چجوری دارید زندگی کنید. این جنگ اقتصادی با شما مردم ایران است. آقای روحانی به شما دروغ میگوید. آقای خامنه ای هم که دروغگوی بزرگتری از اوست به شما دروغ میگوید. هرگاه قرار این باشد که یک رژیمی بگوید که من رژیم بالغ عاقلی هستم، اول کاری که میخواد بکنه، میباید بکند، این است که منتجع قوای بین المللی رو در مرزها بکنه صفر. چرا صد به این که از این جنگ‌ها خودشو بیرون بکشه. اگر بخواد فرض کنیم که حالا فردا گفت که آقا من میخوام از این جنگ‌های هشتگانه بیام بیرون، خود چه باید بکنه؟ جواب: اول باید با شما مردم صلح کنه. اگر بخواد با شما مردم صلح کنه یعنی حقوق شما رو به رسمیت بشناسه. بخواد حقوق شما رو به رسمیت بشناسه، خب ولایت متقی فقیه نیست. مشکل اینه فهمیدنش. این واقعیت دروغه. این واقعیت به همین روشنی، به همین سادگی است. اقتصاد رقمهاش رو میشه باش بازی کرد، اما وقتی شد امر واقع مستمر اقتصادی هر دروغ رو لو میده. حالا گفتم که من داشتم این وضعیت سنجی های سابق رو نگاه میکردم، دیدم وقت فردای این قرارداد وین که وضعیت سنجی شده راجع به اقتصاد ایران، حالا شما اگر برگردید اونها رو بخوانید اون وقت میبینید خب همون وقت اینها رو به شما گفته شده که وضع امروز اینجوری خواهد شد. خب نخواستید گوش بدید. نگویید که ما دسترسی نداشتیم که ما بخوانیم. یک ملتی وقتی تصمیم میگیرد در استقلال و آزادی زندگی کند باید برود دنبالش. ما که حالا به صلاح اون معلمی داشته میگو بیاید من لغمه میکنم میذارم تو دهن رقلن ببر، این درس میکنم لغمه میذارم تو دهن رقلن ببر. ما که دیگه شب و روز داریم برای شما جام میکنیم که آخه ما نه پول از جایی میگیریم نه دنبال قدرتیم. اون چه که داریم با شما در میان میگذاریم حقوق است که شما دارید. اینا رو ما میریم زحمت میکشیم پیدا میکنیم به شما میگیم ما با شما انسان ایرانی، این حق و حقوق انسانی شماست، این حقوق شهروندی شماست، این حقوق ملی شماست، این حقوق طبیعت شماست، این هم حقوق شماست به عنوان عضو جامعه جهانی. صلح حقی از حقوق انسان است بنابر نص قرآن. حالا این رژیم آمده به نام اسلام میگه جنگ نست حقی از حقوق انسان است. میگه بخشه بوده خود شما هم شروع کرده جنگ. آقا این جنگ شاخ و دم داره. شما این چند سال حساب کنید چقدر اعدام شده. همین چند همین 3-4 روز پیش 3 جوان را کرد اینا اعدام کردن. یکی به من نوشته که اینها کمونه بودن، تروریست بودن. جواب نوشتم بود کدوم دادگاه علنی که این جلو چشم مردم تشکیل شده طبق قانون که حقوق انسان در اون دادگاه رعایت می شود این معلوم کرد که اینا تروریست بودن. حالا فرض کنیم بودن. آقا حق حیات انسانی مقدم است بر آنچه او می کند. از حق دفاع انسانی باید دفاع کرد، از حق حیات هر کس باشد. خب این 40 سال اعدام است، کشته شدن در جنگ هاست، در به در کردن از وطن است. ببین چقدر خودشون یه خوندم میگفت
8 میلیون یا 10 میلیون ایرانی در خارجه. میشه یه 8 جمعیت به اعتراف خودشون. سازمان اون صندوق بین المللی پول هم که میگه 150 هزار تا سالی جوان درس خونده از ایران میرود. جنگ شاخدون داره، اینا تلفات نیست. شما دست میدید دیگه، این استعدادها رو از دست میدید. سرمایه ها از ایران نمیره، میره دیگه، اینا از دست میدید دیگه. که طبیعت شما بیابان نمیشه. این خشونتی که سرتاپای زندگی شما رو گرفته چیزی جز جنگه؟ خب فایده این بحث چی بود؟ فایده بحث این است که شما مردم یه وجدان همگانی باید پیدا کنید به واقعیت اونجور که هست. واقعیت اونجور که هست این است. این رژیم به لحاظ اینکه گرفت از بیرون گرفتار جنگ است نیست که با شما در جنگ است، به خاطر اینکه با شما در جنگ شده لااقل از گروگانگیری. اگر نه واقعیت رو بخواهید، از اون لحظه ای که آقای خمینی برخلاف تعهدی که در برابر مردم دنیا کرده بود به استناد ولایت شرعیه حکم نخست وزیری آقای بازرگان داد، در واقع از اون لحظه این بنا برای ایجاد استبداد گذاشته شد. جنگ با مردمی که جنبش کردن، جنبش همگانی برای اینکه در استقلال و آزادی زندگی کنند، از استبداد تاریخی برهند، چون سلطنت که یه ماهیت داره دیگه، هویت داشت دیگه، اون هویت استبداد بود دیگه. که میخوای استبداد نباشه، گفتیم آقا این تاریخ طولانی سلطنت استبدادی پایان بپذیرد، نه که به شکل دیگری ادامه پیدا کند، به قول آقای مشکینی بشود سلسله روحانیت استبدادی. که استبداد یعنی جنگ، جنگ با شما مردم ایران. اینو باید بهش وجدان پیدا کنی که این رژیم با شما در جنگه. حالا شما اگه بخواید به این جنگ خاتمه بدید چه باید بکنید؟ باید حقوق خود را بشناسید، به این حقوق عمل کنید، به این رژیم بگویید نه، نه، قلمروی حاکمیت رو محدود کنید، محدود کنید تا شرش بیاسایید. راهکار دیگری هم وجود ندارد، چون اگر بخواد به یک گروه های برن به قدرت خارجی متوسل بشود، پول اسلحه بگیرن، جنگ نیابتی را بیندازن، فرض کنیم در درون مرزها، اون وقت میشیم بر جنگی که رژیم با شما کرده، اونا هم با از یه طرف دیگر به این وارد این جنگ میشون. بد رو بدتر میکنن، از اون راهکار نیست. راهکار شما مردم ایرانی که اول باید وجدان همگانی پیدا کنید به واقعیت اونجور که هست، با آقای روحانی و غیر آقای روحانی نه بگویید، بگوی آقا دروغ بس، من دیگر نمیخواهم دروغ بشنوم. یک زمانی ممکن بود خوشم میآمد که به من دروغ بگویند، اما حالا دیگر خوشم نمیآید، نمیخواهم دروغ بشنوم. اینم نمیتونی بگی؟ اینکه بتونی بگی که بگو دیگه دروغ نمیخواهم بشنوم، روی حقوق خودت بیست، تغییر کن، تغییر می دهی، شاد و پیروز باشی.